همسایه ما اینجا گیری شده. این ثروت خدادادی گاهی پسفند آب را از این چشمه میگیرد، آن وقت نامش میشود چشمه قیر. این در این مناطق میادین نفتی و مخازن نفتی فراوانی داریم. از این میادین نفتی گاهن موادی در واقع نشت میکنه و سنگ پوشش این مخازن رو میشکنه، نهایتاً به صورت چشمه های قیری این چنینی در سطح زمین ظاهر میکنه. دمای آب این چشمه حدوداً 35 درجه است و گرمای خاصی خودش داره. قیر به صورت مذاب در سطح چشمه وجود داره. چشمه قیر یک اثر طبیعی است. مردم انتظار داریم که به خاطر تفریح که میان اینجا آشغالی یا از این پلاستیکی داخل چشمه نریزن. میتونیم اینجا به سرمایه گذار بدیم، سرمایه گذار بیاد اینجا رو بازسازی بکنه. استعمارگر پیر یعنی انگلستان خیلی وقت پیش برای چپاول ثروت این منطقه خط نشان کشیده بود. این مسیری که الان میبینید مسیر راهن انگلیسی ها بوده که تا نزدیکی چشمه قیر اومده. از اینجا شروع میشده به سمت دشت دلالان و برتش میرفته و از اونجا به سمت عراق و شهر بصره میرفته. کمی آن طرفتر کمپ هایی که زده بودند تا برای همیشه بمانند. اگرچه دست نخورده ماندن و بکر نگه داشتن آثار ملی و طبیعی مثل همین چشمه قیر یک قانون است، اما می شود با حفاظت از این آثار ملی و طبیعی صنعت توریسم و گردشگری را در همچون مناطقی گسترش داد و به اشتغال ساکنان این منطقه کمک کرد. عباس چیچایی، خبرگزاری صدا و سیما، چشمه قیر.